سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده های عزیز، در کنار یکی از سوپر استارهای خوب و مهربون کشورمون هستیم، آقای ابوالفضل پورعرب. عرض سلام و خوش آمدگویی دارم. در ابتدا اگه سلام علیکم بفرمایید که آغاز کنیم. من هم عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگانتون و اصولا جامعه ایران در هر جای دنیا که هستن، فارسی زبان‌ها و مخاطبای ما به هر حال سینما و فرهنگ ایرانی سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشیم. خیلی مخلصیم. امروز جشن عکاسان و کلی اتفاقای خوب از تجلیل و تقدیر گرفته تا حضور کلی عکس زیبا و خاطر انگیز. بله. چطور بود فضا رو دیدید؟ از عکس ها، از تجلیل ها، از هیئت داوران؟ ببین توی محیط ما اصولا مهربانی و لطف خیلی وجود داره. من فکر می‌کنم که این تقدیر و این در واقع قدردانی از بچه‌های عکاس بسیار اتفاق خوبیه که برای ما میفته و ما هم حمایت میکنیم، همین که دوست داریم از این اتفاق باید تمام سنوف بیفته. اما بحث عمدش دولته که دولت باید این کارو بکنه، نه خود صنف که خانه سینما مثلا یه جوری میگه نمیتونیم، میخوایم به خاطر فضای فعلی کم هزینه بشه یا پر هزینه. اینه که بیام هزینه ها رو خودمون دریغ نکنیم، بیام روابطمون رو لااقل درست کنیم که ماها مقابل هم قرار نگیریم. میگیم خانه سینما، خب فیلم شما بازی کردیم، خانه شما کیه پس؟ ما بازی کردیم فیلم رو، خب پس خانه شما مال ما میتونه باشه. پس نمیتونه قدردانی، من قرار چیکار بکنم؟ چی میخوان بدن که اینقدر گران هستش که نمیتونه انجام بدن؟ مهربونتر با هم رفتار کنیم بهتره به نظر من. فرمودید دولت این روزها فکر میکنم که مردم در شرط سختی قرار دارن. سخت، واقعا سخت. و شاید یه توقعهایی از هنرمندانمون دارن. نه، سخت. شما هم به شما هم سخت میگذره. ما هم جزو همین مردمیم. به ما هم سخت میگذره. خب حالا ممکن من پوشه که بچه نخوام. هیچ چیز دیگه میخوام که برای اداره زندگیم. و به همه هم سخت میگذره. مردم هم خود ما هستیم. مردم شاید اون انتظار رو دارن. که چیکار کنیم؟ همینطور که حمایت شد، الان که این مشکلات به وجود اومده، خب هنرمندا بیان و با مردم اعتراض کنن، یا حالا اعتراضاتشو نذاریم. ببین ما اعتراضی نداریم. گلایه. ببین مردم، نه ببین مردم اینقدر باهوش هستن که واقعا کمی ها رو میبینن. خب ما هم میبینیم. بیام کنار اونها بیستیم، خب ما هم جواب نمیشنویم. خب بعد کاری کنیم که در واقع این اعتراضا به یک نقطه خوبی برسه، اونم که جامعه راه بیفته. حالا به هر شکلی که هست، من نمیدونم تصمیمی که میگیرن. مهم مسئولینن که باید درست بشینن و فکر کنن چیکار باید بکنن. من که نمیتونم عرض این مملکت بالا پایین کنم که، خود دولت باید این کارو بکنه. ما تمام کارمون میرسه به مردم. آقا مردم کمک میخوان. خب شما تکلیف شما چیه؟ ما هر چی که میرسه مردم کمک کردن، خیلی مدرسه ساختن، پس دولت چیکار میکنه؟ باید به هر حال این آقایون که میان در رأس انتخاب بکنن همدیگر و میان توی مجلس میشینن، باید بدونن این رو به هر چیزی که اندازه‌ای داره. من خواهش میکنم از طریق همین در واقع برنامه شما که بیشتر به اهمیت بدن به مردم. دیگه اختلاط اصلا شوخی شده، دیگه ماجراش اصلا هیچ رسیدگی نمیشه بهش. حالا یه چیزی که همکار من برگشت بگه تو تمام روزنامه ها چاپ میشه، آقا این چه اینجوری شده، آقا فلان شده، پس این اختلاط اینا چی میشه؟ تگی بینا چیه؟ میدونی بودجه که تعیین میشه برای دولت، برای ملت، برای صنوف کجا خرج میشه؟ برای اینا خیلی اهمیت داره. من خیلی نمیخوام وارد مقولات سیاسی در این روز خاص که جشن عکاسان سینما ایرانه بشم، اما به هر حال امیدوارم که درست بشه. خب حالا از این فضا فاصله بگیریم، بیایم برسیم به سینمای کنونی کشور. اوضاع اقتصادی که خرابه توش بحثی نیست، ولی میخوام ببینم که این روزها فکر میکنید که فیلمنامه های ما، بازی های ما، قصه های ما به کجا داره میره؟ ببین جو جامعه سخت شده. خب و واقعا سخت شده، اما تو همین شرایط سخت ما آب لازم داریم، غذا لازم داریم برای فردا در باغ اکنون. سینما هم شادی هم جزو همین اتفاقات دیگه، نمیشه تعطیلش کرد. مثل عزاداری میمونه، وقتی یه نفر میمیره خب عزاداری میکنن، نمیشه تعطیلش کرد. ما باید اینو واقعا فرهنگسازی بکنیم که سینما بخشی از مردمه، سینما بخشی از خانواده است. مثل آب، مثل مرغ، مثل همه چیزی که ما میدونیم. فقط خودمون مقابل هم دیگه قرار نگیریم، میدونید تو کار همین که خیلی دخالت نکنیم. مثلا این تعریف دولت با ما چی میشه؟ یعنی آخر مثلا چیزی بدن، حقوقی بدن، کاری بکنن، خب بدن. آخ میان مثلا میگن فلان شد، بیسار شد،
ارتباطی به سینما نداره. سینما با مشکل خودشو داره. ببینید که تو همین شرایط فعلی فیلم مثلا آیت الله بسیار میفروشه. این بحث دیگه ای داره. ببینید چی میخوام بگم. اینا رو قاطی نکنیم به هم دیگه. یعنی بحث سینما جدا، بحث سیاست جدا. حالا فیلمایی که ساخته میشه طبیعتاً خب ما میبینیم که در اصل چارچوب اجتماعی رو رعایت میکنه. دیگه نیاز نیست که ما همدیگه رو بخوام بداریم برای اینکه آقا اینجا اینو گفته یا اونجا اونو گفته. ببین عمیق‌تر به هم نگاه کنیم. با محبت‌تر، دوستانه‌تر به هم نگاه کنیم. خب من فکر می‌کنم تمام بیننده ها هم با من هم نظر هستن که در دهه 70 مون ابوالفضل پور عرب تک ستاره سینما مون بود یا سوپر استار سینما مون بود. الان از نظر خود شما فکر می‌کنید که ما داریم در حد ابوالفضل پور عرب؟ من اعتقادم این نیست. سینمای ما آسمون نداره که ستاره داشته باشه. خب اگه ما آسمون داشتیم می‌تونستیم ستاره داریم، سوپر استار داریم. چون نداریم طبیعتا میگیم هنرمند، هنرمندی داریم. خب بحث ورود به سینمای خود آسون شده، یه خود بی حساب و کتاب شده، ولی به هر حال این ربطی به استار و ستاره نداره. قربونت برم. خب من می‌خوام اون متفاوت‌ها رو ما داریم از نظر شما. مثلا آدمای خاص بازی خوب آره می‌بینیم گاهن، بازی خوب گاهن می‌بینیم از جوان‌ها و خیلی خوبه، اما بس حاشیه‌های سینماست نه خود سینما. ما مشکلمون حاشیه‌های سینماست، ورود و خروج و بسیار مثل این ماشینه که هی اضافه می‌شدیم مملکت این چینی ها. خب یا یعنی حمایت از کارهای ایرانی بکنیم، ماشین چینی به مردم جایزه می‌ذارن، اصلا خیلی خنده داره واقعا. سایت سایپا هم باز نمیشه ماشین بخریم. مثلا میگن که آقا بیاین حمایت کنیم از کالای ایرانی، کفش، جوراب، فقط کفش هست. میگن مال کی این کفشه؟ که فقط اون حمایت میشه. آقا فیلم سینمایی دارن میسن برای تبلیغاتشون. بابا میگه میشه 20 دقیقه میشه تبلیغ؟ این هزینه بسیار عجیبی داره. اگر بخواد دایره بازرگانی تلویزیون پول بگیره خیلی عجیب و غریب میشه. من میشه این پول رو داد. بعد معلومه که مال چیز نیست، مال مردم نیست. کالا میشه امکان داره این همه بیان تبلیغات بکنن بی خود و بی جهت؟ کانال 1، 2، 3، 4 حالا خارجی هم همینطور دانی داریم، ما توی ماهوره خارجی هم داریم که ایرانی پخش میکنن. این چی آخه؟ یه موقع میگفتن که آقا فیلم تبلیغات شد ندیم به مثلا همین کانالی که ایجاد شده بود شبکه خارجی الان اصلا جدا شده دیگه، اصلا کسی رعایت کنترل نمیشه اصلا. اداره بازرگانی پولیشو میگیره، اون پولیشو اصلا. خب چرا آخه؟ این قضیه داستان سیب سلامت چیز دیگه ای بخش میکنه تبلیغا بده میگه دارای سیب سلامت. آقا این سیب سلامت حفظش کنید، آبرومون رفت به والله، چاق شوید و چاق بمانید. آخه سیب سلامت یعنی چی آخه؟ واقعا آدم خجالت میشه والله. با زن بچه نشسته داره نگاه میکنه، اتفاقات عجیبه های بره میفته. سیب سلامتی که میزنه خیلی عجیبه، یعنی اینا واقعا رعایت نمیشه. تمام کارهای ما همینطور دوباره بالا. من خواهش میکنم از هیئت دولت یه خود بیشتر به مردم اهمیت بدن. بس که ماهای کمک کردیم رسیم به اینکه آقا کمک کنید، خودمون خجالت میشیم والا. موقع کمک میخوان کمک، وقتی که بعد کمک کنن مردم بها بدن نمیتون. خیلی مهمه، ما رأی دادیم، ما جمهوری اسلامی رو انتخاب کردیم برای روز اول رأی گیریمون، آره یا نه؟ خب این جوابش واقعا که به بچه هم توضیح بید چرا؟ میگیم برای شما سر ما آوردیم. این کدوم بله بابا جان؟ واقعا جوابی نداری بهش بدی؟ واقعا درست تو سینما هم دارید شما میبینید دیگه، هم در باز میان بدون هیچ کلاس های متفاوت گذاشتن. این همه کلاس برای چند تا بازیگر در سال وارد میشه؟ یه جوری منبع درآمد شده دیگه. شما شک نکنید کلاس بازیگری میذاریم، معرفی میکنیم به سینما، معرفی میکنیم به پروژه. متاسفانه اینطوری شده و کسی هم نیست که در واقع به این اهمیتی بده، چون مسائل مهمتر به اهمیت نمیدن گاهی به این دیگه. خب برگردیم به سمت خودتون، کار جدید. والا من یک صحبتی با معصومی کردم با آقای شریفی، ادامه همون روزهای بیقراری هستش و الان دیگه خیلی اهل کار نیستم. مگه بچه که دوستان هم باشن و اینها کار میکنه، ولی خیلی توانایی کار برای این نوع سینما رو ندارم، چون صبح میرفتیم ما 6 صبح میرفتیم تا 10 شب. الان دیگه توانش واقعا ندارم، یعنی اعتقادی ندارم به بعضی از این نوع کارها. میدونی که توی سینما بشینم مثلا با بچه‌ام میخوام فیلم ببینم، واقعا چیزایی رو بشنوم که میگفتیم مرسی، میگفتن کات کن آقا، مرسی غیر قابل پخشه، فرانسه است. الان چیزایی رو میشنوی میبینی که اصلا بحثی نداره، بی ادبی تا دلت بخواد. به هر حال
از شما ممنونم واقعا. از شما ممنونم که تلاش میکنید در دنیای هنر، حالا شکلش مجازی هستش، حالا مهم نیست، مهم که شما رو قبول دارن. خب و یکی از چیزهایی که برای من اهمیت پیدا کرده همین بحث کار شما هاست که خوشحالم هم با ادبتون هم با احترامتون و هم به فرهنگ اجتماع کمک میکنم. قربونتون برم. خیلی تشکر می‌کنم از شما. باعث افتخار بود. تمام خواهش می‌کنم. تمام همکارانتون من تشکر می‌کنم.